در سواحل جنوب شرقی هند، یک گذرگاه به طول تقریبی 48 کیلومتر درست بر روی اقیانوس وجود دارد. گذرگاهی از شن و ماسه و دیگر زباله‌ها که به ساحل شمال غربی سریلانکا متصل شده. این گذرگاه که برخی از نقاط آن کمتر از 2 متر به زیر آب فرو رفته، قرن‌هاست که مانع تجارت منطقه شده و تنها به قایق‌های کوچک اجازه عبور می‌دهد. در حالی که کشتی‌های بزرگ تجاری مجبورند تمام سریلانکا را دور بزنند و در هر سفر خود 402 کیلومتر مسیر بیشتر طی کنند. از این رو در سال 2005 دولت هند پروژه ساخت یک کانال عظیم به نام ستو سامودرام را تصویب کرد. آنها قصد داشتند کف اقیانوس را لایروبی کنند و این گذرگاه را از سر راه بردارند تا کارایی تجارت منطقه‌ای را افزایش دهند. ولی یک مشکل بزرگ وجود داشت و آن هم این بود که این سازه دارای اهمیت معنوی برای میلیون‌ها و حتی میلیاردها انسان در سراسر جهان است. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. هندوها این گذرگاه را یک سازه طبیعی نمی دانند، بلکه آن را به عنوان یک پل باستانی ساخته شده به دست شخصیتی اسطوره‌ای به نام راما می شناسند و به آن راما ستو می گویند، به معنای پل راما. به عقیده هندوها راما این پل را ساخت تا از طریق آن ارتش خود را از هند به سریلانکا عبور دهد و برای نجات همسرش سیتا که توسط یک پادشاه شیطانی به نام راوانا ربوده شده بود برود. جالب اینجاست سوابق تاریخی نشان می‌دهد آنچه که امروز به عنوان یک مسیر طبیعی غیر قابل رفت و آمد معرفی می‌شود، در حقیقت پلی قابل انتقال بوده که تا سال 1480 می‌شد با پای پیاده از آن عبور کرد، اما بعدها یک طوفان عظیم باعث شکسته شدن پل شد و آن را غیر قابل استفاده کرد. علاوه بر این مسلمانان هم معتقدند اولین انسان خلق شده توسط خدا یعنی آدم که یک غول 3.5 متری بوده پس از اخراج از بهشت در سریلانکا فرود آمد و برای فرار از جزیره و یافتن حوا یک پل عظیم ساخت. به همین علت مسلمانان نیز مانند هندوها بر این باورند که این مسیر یک گذرگاه طبیعی نیست بلکه یک سازه باستانی است که توسط آدم ساخته شده و به آن پل آدم می گویند. در واقع یکی از بلندترین قله‌های سریلانکا نیز به نام آدم نامگذاری شده، زیرا طبق باور اسلام این قله همان جایی است که آدم برای اولین بار بر روی آن فرود آمد. حتی در محرابی بر بالای قله ردپای غول‌پیکری وجود دارد که گمان می رود ردپای آدم باشد. به دلیل این اهمیت عمیق مذهبی، پروژه ساخت کانال ستو سامودرام بلافاصله پس از اعلام آن باعث به وجود آمدن یک بحث و جنجال بزرگ و ایجاد قوقا در میان برخی سیاستمداران، گروه‌های مذهبی و مردم عادی شد. با این حال اگر با دقت بیشتری به این پل اسرارآمیز نگاه کنید، مشخص می شود اهمیت آن خیلی عمیق‌تر از داستان‌های دینی و مذهبی است، چون تاریخ ثبت شده بشریت را به چالش می کشد و اسرار اسطوره‌ای گم شده را فاش می کند. حماسه رامایانا به همراه مهاباراتا یکی از مهمترین حماسه ها در تمام آیین هندویسم است. این اثر که از قرن 8 پیش از میلاد در طول نزدیک به 1000 سال سروده شده، حدود 24,000 بیت دارد و عجیب اینجاست که نویسنده آن که شاعری به نام والمیکی بوده به عنوان یک شخصیت افسانه‌ای معرفی می شود. در این صورت یا باید بپذیریم والمیکی بیش از 1000 سال عمر کرده یا باید قبول کنیم حماسه رامایانا در طول فقط چند سال سروده شده نه 1000 سال. همین مسائل باعث شدند تا رامایانا یکی از بزرگترین حماسه های باستانی در ادبیات جهان باشد. طبق این حماسه راما شاهزاده پادشاهی باستانی کوسالا بوده که به عقیده هندویسم
این پادشاهی از میلیون ها سال پیش و از دوره ترتا یوگا وجود داشته. ترتا یوگا در دین هندویسم در واقع دوره ای از زمان اساطیری است که از 2,165,000 سال پیش آغاز شده. بخشی از این داستان بسیار مهم است. بخشی که میگوید راما به همراه همسرش سیتا در جنگل به تبعید می رود و در این مدت سیتا توسط راوانا پادشاه شیطانی لانکا ربوده می شود. راما برای بازگرداندن همسرش ارتش قدرتمندی از موجوداتی به نام وانارا که میمونهای شبیه به انسان بودند و در جنگل زندگی می کردند را تشکیل می دهد و به دنبال سیتا می رود. راما و ارتشش پس از مدتی به سواحل هند می رسند و از آنجا تا آن سوی اقیانوس و سواحل سریلانکا جایی که سیتا گرفتار شده را می بینند. از آنجایی که تلاطم اقیانوس مسیر ارتش را مسدود کرده بود و آنها نمی توانستند به سریلانکا برسند، راما با کمک ارتش خود و معماری نابغه به نام نالا که از همان مردم میمون شکل بود، شروع به ساخت یک پل عظیم کرد. با نبوغ نالا پل تنها در عرض 5 روز ساخته شد و ارتش از طریق آن به سمت سریلانکا رفتند. حماسه رامایانا در توصیف این پل گفته آن پل عظیم که خوش ساخت با شکوه و محکم ساخته شده بود مانند یک خط مستقیم جدا کننده در اقیانوس به نظر می رسید و صدای مهیب اقیانوس با صدای میمونهای خلاق که از دریا عبور می کردند در هم تنیده بود. در حالی که بسیاری این داستان را افسانه می‌خوانند، ولی هندوها معتقدند راما یک شخصیت حقیقی بوده و روایت زندگی او نیز بخشی از تاریخ است. در واقع این داستان بحث اصلی ساخت کانال بر روی پل راماست. اما آیا واقعاً این پل توسط پدرسالاران هندویسم ساخته شده؟ هنگامی که دولت مردان هند در اوایل دهه 2000 شروع به تنظیم پروژه کانال ست و سامودرام کردند، می دانستند که این پروژه بحث برانگیز خواهد بود. به همین علت یک سال پیش از اعلام پروژه از مدیر سازمان زمینشناسی هند دکتر بادری نارایانان برای انجام مطالعه بر روی پل کمک خواستند تا اثبات کند که این پل یک سازه طبیعی است. ولی زمانی که دکتر بادری نارایانان و تیمش شروع به حفاری چاه در امتداد پل کردند، با موردی شوکه کننده مواجه شدند. آنها در عمق 6 متری زیر سطح شنی پل لایه‌ای از مرجان و صخره‌ها را یافتند که تا عمق 3.5 متری ادامه داشت و بعد زیر صخره‌ها لایه دیگری از ماسه قرار گرفته بود. سپس زیر ماسه‌ها نیز صخره‌های سخت‌تر و محکم‌تری قرار داشت. دکتر بادری نارایانان که می‌دانست این نحوه قرارگیری لایه‌های مختلف طبیعی نیست، گروهی از غواصان را به زیر پل فرستاد تا صخره‌ها را بررسی کنند. پس از بررسی در کمال تعجب مشخص شد سنگ‌ها متعلق به خود اقیانوس نیستند، بلکه از جای دیگری به درون اقیانوس انداخته شدند. حتی نوع چیدمان سنگ‌ها هم به وضوح نشان می‌داد که این پل یک سازه طبیعی نیست. دکتر که تا آن لحظه به دنبال اثبات طبیعی بودن پل بود، علناً اعلام کرد بررسی‌ها متقاعدش کردند که این پل ساخته دست بشر است. نکته جالب اینجاست، طبق حماسه رامایانا گفته می‌شود پل راما با سنگ‌هایی ساخته شده که به هیچ عنوان در آب فرو نمی‌روند و نام لرد راما بر روی آنها نوشته شده. شاید باور نکردنی به نظر برسد، ولی مردم ساکن در منطقه نزدیک به پل هر ساله سنگ‌هایی را کشف می‌کنند که اصلاً در آب فرو نمی‌روند، به طوری که انگار این سنگ‌ها از دل داستان شگفت انگیز راما بیرون آمدند. اکنون سوال اینجاست که چنین سازه خارق‌العاده‌ای چگونه در گذشته‌های بسیار دور بر روی اقیانوس ساخته شده؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به حماسه رامایانا بیاندازیم که شرح مفصلی را درباره ساخت و ساز پل راما داده.
صدها و هزاران قهرمان میمون که توسط راما فرستاده شدند با شادی به سوی جنگل بزرگ دویدند. فرماندهان میمون صخره‌ها و درختان را شکستند و آنها را به سمت اقیانوس کشاندند. میمون‌های عظیم و جسه صخره‌ها و کوه‌های به اندازه فیل را از ریشه بیرون کشیدند و با تدبیرهای مکانیکی آنها را حمل کردند. برخی دیگر برای اندازه‌گیری صخره‌ها تیرهایی را در دست داشتند و عده‌ای دیگر مواد را جمع‌آوری می‌کردند. پل زیبا با نظارت نالا ساخته شد. محل اقامت تمساح‌ها مانند راه شیری ستارگان در آسمان می درخشید. این بخشی از توصیف رامایانا در مورد پل بود. جدا از اینکه رامایانا پل را به مانند راه شیری توصیف کرده، اما آنچه که بیشتر خودنمایی می کند تدابیر مکانیکی میمون هاست. چه نوع مکانیکی به سازندگان پل کمک کرده تا صخره‌هایی به اندازه فیل را برای صدها متر جابجا کنند و یک پل عظیم را تنها در عرض 5 روز بر روی اقیانوس بسازند؟ آن هم در صورتی که ساخت این پل حتی با فناوری‌های روز دنیا نیز بسیار دشوار است. با اینکه رامایانا از تدابیر مکانیکی به عنوان فناوری پیشرفته برای ساخت و ساز پل و جابجایی صخره‌ها و کوه‌های عظیم یاد می‌کند، ولی این اولین باری نیست که چنین فناوری پیشرفته‌ای در رامایانا ظاهر می‌شود. سراسر این حماسه مملو از شگفتی است. در واقع زمانی که راما برای نجات همسرش سیتا می رود، او را به سادگی پس نمی گیرد، بلکه راما با استفاده از ماشین پرندهی به نام پوشپاکا ویمانا که آن را از خدایان دزدیده همسرش را نجات می دهد. سپس هر دو سوار بر ماشین پرنده می شوند و به سمت خانه پرواز می کنند. اما این پوشپاکا ویمانا چیست؟ آیا یک سفینه فضایی است؟ آیا خدایان هندو همان فرازمینی های باستان بودند که در تمدن های مختلف نیز از آنها به عنوان خدایان یاد شده؟